با سلام، خانمی هستم 63 ساله. اخیرا به مرض سرطان رحم و لگن مبتلا شدم. در تهران با پرتوگرافی و شیمی درمانی معالجه شدم. نتیجه آزمایشات خوبه، الحمدلله رب العالمین. اما از ناحیه لگن بالا تا ساق پایم الان درد میکنه. ضمناً قند خون و فشار خون هم دارم. لطفاً کمکم کنید، از چه دارویی استفاده کنم؟ منتظرم از تلویزیون جوابم رو بگیرم. خانم مرادی از شوش دانیال. همچنین زالو درمانی برای شکمم و صورتم انجام دادم. بادکش شکم انجام دادم، طب سوزنی 15 جلسه انجام دادم، عرقیجات بومادران و رازیانه خوردم ولی خوب نشدم. هر 60 یا 50 روز یک بار عادت ماهانه میشم. یک سال هم متفورمین خوردم ولی فایده ای ندیدم در ارتباط با قندشون که قبلا گفتن. اضافه وزن ندارم، وزنم 61، قدم هم 163 است. گروه خون ذکر نکردن دیگه؟ گروه خونشون رو نخیر. بله انشاءالله خیره. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك و لعن عدوهم و من خالفهم من الجنة والانس اجمعین آمین رب العالمین. بابت این خانم عزیزی و هر نفر که ابتلا شد به این بیماری لعنتی سرطان، باید تغییر کنه خورد خوراکش بر طول عمر. به خاطر این بیماری حتی اگر آدم خوب میشه بد میگرده براش. مواد شیمیایی یا بیولوژی یا این چیزا که استفاده میکنن ازش، این به عنوان یک مخدر یا یک مسکن از بین میبره، از بین میبره، خاموش میکنه آتش این بیماری، ولی احتمال 100% برگشتن هم داره. الان وقتش بین از 1 ماه تا 10 سال چه وقت هجوم میکنه، بروز میکنه، یه بار دیگه شروع میشه، ما نمیدونیم. همه چیز دست خدا، الا فقط تو یک شرط که بر نمیگرده. اگر اصلاح کردیم غذامون، مزاجمون، طبعمون، این اگر 3 تا چیز اصلاح کردیم، این بیماری بروز نمیشه، ایجاد نمیشه یه بار دیگه برامون. غذا که باید بخوریم چی؟ باید استفاده میکنیم از برنامه غذایی به نام کیتو یا برنامه غذایی آبی. خب اینا چی؟ باید حذف میکنیم، حذف میکنیم. این مهم بود اگر میگفت، یعنی پیام، بله پیام مفصل فرستادن، ولی مهم بود اگر گروه خونش میگفتن برای من. باید حذف میکنن هر چیزی نشاسته دار، آرد دار، شکر دار، روغن گیاهی یا روغن مایع و از این چیزا، نباتی ها، بله نباتی، اینها باید حذف میکنه از غذاشون. اعتماد میکنه غذاشون بیشتر رو سبزیجات و غذاهای سالم، غذاهای طبیعی، ارگانیک ما میگیم بهش. یعنی اولین چیز، نه مواد نگهدارنده داره، نه سموم شیمیایی، نه هورمونی داره. این چیزا خیلی مهمه. اگر اتباع کرد این برنامه غذایی و حذف کرد این غذاها از خوراکش، از روزانش حذف کرد، قند خونش برمیگرده بر حالت طبیعیش، فشار خونش، چربی خونش، این بیماری لعنتی برنمیگرده براش، عادت ماهیانش منظم میشه، حالت افسردگیش، همه چیزی منظم و مرتب میشه و خوب میشه، فقط با یک برنامه غذایی. الان برای ایشون یک سم رفتم میگم بهشون که نباید استفاده میکنن از شیر. شیر گاو یک سمه براشون، نباید استفاده میکنن از شیر گاو. الان درمانشون چی باید استفاده میکنن؟ پوست تخم مرغ بیارن تو پوست تخم مرغ آسیاب کنن، در آسیاب کن و یک قاشق، باید پودر میشه مثل نشاسته باید بشه، یک قاشق چای خوری صبح و شب بعد از غذا و بعدش یک لیوان آب لیمو میل کنن، این خیلی مفیده براشون. یا
پوست تخم مرغ توی لیوان بذارن، آب لیمو میذارن روش، آب لیمو طبیعی، از شب تا صبح و صبح استفاده کنن. این بهتر از نسخه اولی، ولی به خاطر اسیدت یا ترشی زیاد یه خورده شاید معدهشون تحمل نمیکنه، ضرر داره براشون. بله، این نسخه دوم بابت درد پاش استفاده میکنه از 3 تا روغن: روغن هندوانه ابوجهل، روغن شتر مرغ، روغن کوهان شتر. این 3 تا مخلوط میکنه، اضافه میکنه روش مینتول و مساج میده پاهاشون و لگنشون از انگشت پا تا ستون فقراتشون، از پایین به بالا. بله، از پایین به بالا. قسمت که درد داره، قسمت پاهاش یا لگنش که درد داره، میاره خرما 1 کیلو 2 کیلو، چقدر میاره؟ اندازه کافی. هستش در میاره رو هر نیم کیلو از خرما 5 قاشق غذاخوری زردچوبه اصل، 1 قاشق غذاخوری زنجفیل، 1 قاشق چایخوری پر، پودر کین پپر که فلفل قرمز تند، روغن حیوانی اضافه میکنن روش، خمیر در میارن درست میکنن خمیر، این میذارن رو قسمت که درد دارن بمونه به مدت 1 هفته کامل. هر روز هر 24 ساعت در میاره این خمیر و هم میزنه قاطی میکنه، یه بار دیگه برمیگردونه. این نسخه برای دردهای استخونی و مفصلی و ورمهای مفصلی خیلی جواب میده و خیلی خوبه. من در خدمتم.